سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حمله به کاروان آدم دلمخانوف، فرمانده نیروهای چچن در اوکراین. بانک ملی الف بانک را 600 هزار سومانی جریمه بسته، انجام دو عملیات را برایش محدود کرد. کارشکنبه های اصل 21 یا چگونه 8 هزار قرض فضیله 208 هزار شد. مرگ فوجوی دو ساکن بسمنده در درواز. ساکن سپیتامین در دریای سیر غرق شد. ساکن دنگره در اوبنبور سمتوده. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نوی فیض‌آباد روز 13 ایون سال 2023 در پی بررسی بحث پول قرض ساکن شهرک فیض‌آباد فضیله لطیفوه و خواران زیبا بابایوه و رخشانه شریفوه به طرف قرضدار فضیله لطیفوه تا روز پنجشنبه 15 ایون فرصت داده است که تا به آن دو خواهر 208 هزار سومان پرداخت کند. دادرس شادی نظرزاده فضیله لطیفوه مادر سه فرزند خردسال را هشدار داده است که اگر او پول قرضش را ندید به حبس گرفته خواهد شد. این ماجرای قرضی که خاص تنها این بحث یا خاص تنها یک نویه فیض‌آباد نیست، بلکه سالهای آخر در گوشه های گوناگون تاجیکستان خیلی زیاد رخ میدهد و خود یک نمونه برجسته چگونه به دام قارشکنبه های عصر 21 افتاندن ساکنان بیچاره به ویژه زنان مشتپر و بی پشت و پناه است. فضیله لطیفوه میگوید او را در حال به پرداخت 208 هزار سومانی یا قریب 10 هزار دلار مجبور کرده استودند که او از این خواهران فویزخور در عموم همگی 8 هزار سومانی پول گرفته است و لکه به آنها نه کمتر از 10 برابر پول گرفتهش پول داده است. ولی قرض زیبا بابای و رخشانه شریفوه هیچ نه که تمام شود. در اصل این دو خواهر با استفاده از سادگی این زن کوهستانی او را عملا برای خود به یک گاو جوشویی تبدیل دادند. فضیله لطیفوه در صحبت به پایگاه خبری بامداد چگونه گرفتار شدنش به این چرخ و فلک قرضی را چنین نقل کرد. یک سال پیش ماه ایون سال 2022 من ساده خواستم که دندان شنانم. گفتن که پول نو دندان 7.5 هزار سومانی می شود. من اینقدر پول نداشتم، ولی امسایم رخشانه شریفوه پیشنهاد کرد که 10 هزار سومانی پول اپم در دست من است، می دهمت دندانهایت را شنان. بعد کم کم دادن می گیریم. نمی دونم چه خیلی سرم را توب داد که روزی شدم. رخشانه به جای 10 هزار به من 8 هزار داد و 2 هزارش را همچون فایز ماه یکم در امانجوش گرفت. پیش طبیب رفتم که گفت باید اول یکان دو ماه تبابت کنیم و بعد دندان شنانیم. با همین به دندان شنانی هم نرسیدم. من از سر این پول به دکتر دندان برای تبابت دندان هایم 2000 رو دادم. دیگر باقی مانده پول گرفتم در عوض فویز باز به خود امانه ها دادم. به بالای این زود پولش را طلب کرده و من دادن نتوانستم. رخشانه به من گفت که از اپش زیبا 2000 بگیرم و قرض را بدهم. زیبا به من پول داد، ولی فویزش را روزکی کرد. هر 5 روز برای فویز پولش می اومد. وقتی که من دادن نمی توانستم، این فویزها را به بالای قرضش زم می کرد و بعد 5 روز علکی فویز زیادتر طلب می کرد. همین طور قرض من زیاد شدن گرفت. حالا می گویند که قرض من به 208 هزار سومان رسیده است. من از کجا دیم اینقدر پول را؟ من آخر از اینها یک بار 8 هزار و یک بار دیگر 3 هزار سومانی گرفتم. دیگر همش فویز بندی های این اپا و خوار است. فضیله لطیفوه می گوید زیبا بابای و رخشانه شریفوه نسبت به وی با طلب قرضشان قانون شکنی های زیادی را رو دیدند و حتی آریان کرده ویدیویش کردند. همین طور او از آن شکایت دارد که بابای و با پسرش دختر خردسال او را در عوض قرضش گروگان بردنی شدند و او به خاطر اینکه این کار را نکنند باز یک زبان خط دیگر را امضا کرده برای قرض خود را بازم گرانتر و میان شکنتر کرده است. او میگوید برای دادگویی به تمام اداره ها رفت، ولی کسی به ارزش نرسید. چون این به نظر می رسد که همه را در فیض‌آباد خریده باشد زیبا بابای و با خواهرش. به دوشنبه به مرکز چند بار عرض کردم، ولی از آنجا شکایت های مرا برای بررسی باز به فیض‌آباد فرستادند و اینجا کسی با بابای و خواهران او سربسر شدنی نمی خواهد یا زورشون به آنها نمی رسد. حتی یک بار به حضور رئیس نوعه رفتم. او عرضم را شنید و مسئله داد که خودت را با شوخ گفت جنگ نه انداز، جمع کن
پول قرضشان را ده و دیگر قرض نگیر. من گفتم که شما آخرین درگاه امید بودید. اکنون من به کجا روم؟ عرض و داد من بیچاره و مشت پر در این جمهوری کسی است که شنود؟ فضیله لطیفوه تنها نفر در فیض‌آباد نیست که زیبا بابای و خواهرانش با آنها بر سر فایزبندی هایشان ماجرا دارند. زیبا بابای و امین طور با خانواده شوهر سابقش نیز بر سر خانه چند سال باز جنجال دارد و برای لطکوب و همسر خسور سابقش حسنگل کمالوه بزیتش با اعتیاب افباشه پرونده جنایتی هم کشودند. حسنگل کمالوه روز 14 یون سال 2023 در صحبت با بامداد گفت از بی‌عدالتی و پشتگیری مقامات فیض‌آباد از کلین سابق آنها بداد آمده است. خودم را زدند، چند عضو بدنم را شکستند، کودک 4 سالم را زدند، باز ما را گناهگار میکنند. میخواهم یک روز بخیزم و نویه دنگره خانه پریزیدنت امومالی رحمان بروم و تا عرضم را نشنوند همانجا بمانم. طبق قانونهای تاجیکستان 2% قرض دادن عملیات مالیوی و بانکی به شمار می رود و شهروندانی که اجازت نامه ویژه بانک ملی برای انجام چنین عملیات مالیوی را ندارند نمی توانند شهروندان دیگر را فایز بندند و در صورت نپرداختن قرضشان آنها را به گونه جزا دهند. همین طور زبانخطی که بدون رعایت قانونهای نتریالی امضا شده است از نگاه حقوقی در نظام حقوقی تاجیکستان قرب قانونی ندارد. زیبا بابای و ورخشان شریفوه زبان خطایشان را از فضیله لطیفوه بدون موری نتاریوس گرفتند. طبق قانونهای اسلامی نیز ربایان فایز گرفتن از قرض حرام حساب می شود و این کار برای مسلمانان عمل ممنوع حکم شده است. فضیله لطیفوه می گوید او حالا هم روزی است که پول قرض این خواهران را بدهد، ولی نه همه این فایزهای میانشکن را. من از آنها یک بار 8000 و یک بار 3000 سومان پول در دستم گرفتم. قرض من فقط همین است. آن همه باقی موندهش فایز است که آنها به سر خود به گردن من بار کردند. من تمام دارویم را فروشم هم اینقدر پول ندارم که به اینها بدهم و چرا باید به جای 8000 به اینها 208000 سومان بدهم و آنم در حالی که این پول را برای نو دندان گرفته بودم و اینقدر قرض به گردنم بار شد و یگان دندان شنوندنم نتوانستم. آدم دلیمخانوف یکی از خویشاوندان و یاران نزدیک رهبر چچنستان رمضان قادیروف که فرمانده نیروهای چچن در جنگ ضد اوکراین را بر عهده دارد روز 14 ایون سال 2023 در قلمرو اوکراین هدف حمله قرار گرفتند. رسانه های روسیه و وکیلان دومه دولتی که دلیمخانوف وکیل این مجلس پایانی پارلمان روسیه نیز هست میگویند که او در این حمله جراحت برداشته است ولی زنده است. این در حال است که برخی رسانه های اوکراینی از مرگ دلیمخانوف و تا 12 تن دیگر از نیروهای چچن را خبر می دهند. گفته می شود که کاروان ماشین های جیپی که دلیمخانوف در یکی از آنها حرکت داشت در قلمرو شهر پریمورسک ولایت زاپاروژیه در جنوب اوکراین هدف حمله توپخانه او قرار گرفته است. گلنورا اتوبک رهبر الف بانک در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که بانک ملی تاجیکستان در پی یک سنجش همه جانبه این بانک جوان را به مبلغ 600000 سومانی جریمه بسته، از انجام دو نمود عملیات قانونگردانی مبلغ های شهروندان و برای 3 ماه از حق مبادله اسعار خارجی برای شرکتان منع کرده است. گلنور اتوبک همچنین خبر داد که در عین زمان به فرق سال 2021 که برای الف با نتیجه منفی انجام یافت، این نهاد مالیوی توانسته است سال 2022 را با درآمد تازه در حجم 43 میلیون سومانی به انجام رساند. شکرانه فعالیت سال گذشته را ما با درآمد تازه در حجم 43 میلیون سومانی به انجام رسانیدیم که این تاریخا نتیجه رکوردی است. برای من این خیلی باعث خرسندی است، زیرا یک سال قبل از این ما سال را با نتیجه منفی جنبست نمودیم. سال به کمبودی ها نیز نبود و آید به آنها در پایان باز معلومات خواهیم داد. در سال 2022 توانستیم باز به چنین نتیجه ها نایل گردیم. حجم امانت ها نظر به آخر سال 2021 زیادتر از 4 مرتبه افزون گردید. صندوق قرضی 13% نسبت به آخر سال 2021 زیاد شد. حجم عملیات غیر نقدی که طریق الف موبی گذرانیده شدند بیش از 3 مرتبه نظر به سال 2021 زیاد گردیده. شماره استفاده برندگان فعال 41% افزایش یافت. مقدار کارت های برآورده شده
63% نظر به سال 2021 زیاد گردید. حجم انتقال مبلغ نیز در سال 2022 نسبت به سال 2021 قریب 4 مرتبه زیاد شد. گزارش داده است گلنور اتوبیک که توزه ماه نویبر سال 2022 رئیس نوی الف انتخاب شد. او افزود بانک ملی تاجیکستان همچنین تنظیمگر سوا و مقامات تامین کننده استواری نظام بانکی سنجش همجانبه فعالیت سالهای 2021-2022 الف را به انجام رسانده در رفت سنجش در فعالیت بانک نورسایی های را پیدا کرده است. سنجش نشان داد که اساساً کمبودی های زیرین وجود دارند: حالت های نادرست انجام دادن عملیات های خزینوی و محسبی و سوری، کمبودی های جدی در روند قانونگردانی مبلغ ها، نادرست پیشنهاد نمودن حسابات ها، عاید عملیات های اسعاری و نامکملی حجت گذاری از روی بعضی عملیات ها. در نتیجه بانک ملی تاجیکستان بانک الف را به مبلغ 600 هزار سومانی جریمه بسته، انجام دادن دو نمود عملیات را برایش محدود کرده است. یکم، قانونگردانی مبلغ های شهروندان موافق قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف بنابر قانونگردانی دارایی ها و مبلغ های شهروندان جمهوری تاجیکستان. دویم، عملیات مبادلوی با اسعار خارجی برای شرکت ها یعنی شخصان حقوقی در دوام 3 ماه به استثنای بعضی نمودهای عملیات ها. گلنور اتابیک تاکید کرده است که این محدودیت ها به اکثر میزاجان بانکی تأثیر نمی رسانند. او از علاقه اصلاح شدن برخی نورسایی و خبر داد و وعده داد که حرکت میکنیم که تا آخر سال باقی مانده اش را نیز در اساس نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده اصلاح نماییم. الف یکی از کامیابترین استارتاپ ها در عرصه بیزنس تاجیکستان دانسته می شود. این مؤسسه مالیوی سال 2014 همچون تشکیلات خرد قرضی و با همگی 3 کارگر به فعالیت آغاز کرد. حالا در این بانک در تاجیکستان و ازبکستان بیش از 800 نفر کار میکنند. سال 2021 نشریه فینتک فینانس نیوز ارزش الف بانک را در بازار 100 میلیون دلار برآورد کرده بود. کمیسیون حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 12 ایون سال 2023 به علت رعایت نکردن قاعده های آبوزی در دریای سیر ساکن 44 ساله نوی سپیتامید ولایت سوخت غرق شد. همچنین در این روز ساکن 34 ساله نوی دنگره ولایت قتلان هنگام آبوزی در آبانبار نیروگاه سنگتوده به هلاکت رسید. نجات‌دهندگان کمیسیون حالتهای فوق‌العاده همراه با ساکنان محلی جسدهای غرق شدگان را پیدا کرده به خویشاوندانشان سپردند. در این ارتباط کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که وقتی آبوزی و بود و باش در ساحل کول و دریاها قاعده های بی‌خطری و امنیتی را جدا رعایت نمایند و در مکانهای ممنوع برای آبوزی یا تنها و یا در حالت مستی به آب ندرآیند. به حساب این نهاد از اول سال تا 12 ایون سال 2023 در جوی کانال ها و دریاها و حفظ و کولهای تاجیکستان 56 نفر علوق شدند که 33 نفر آن را کودکان نوبالغ تا سن 16 تشکیل میدهند. در نیمه اول سال 2022 در اوپای تاجیکستان 84 نفر از جمله 38 نوبالغ غرق شده. در دوام سال 2022 شماره غرق شدگان در عموم 160 نفر را تشکیل داد. از این شمار 80 نفرش کودکان نوبالغان تا سن 16 بودند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیسیون حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 13 ایون سال 2023 در جمهوری باش چند مورد فرو ریختن سیل ثبت شده است. از جمله روز 13 ایون ساعت 15:03 بارشات شدید باعث فرو ریختن سیل در دهه راسراووت جماعت همنوم دوشتی شد. سیل تخونه های چند منزل استقامتی را پر از آب کرده، همچنین سبب چپه شدن دیوار مکتب دهه شد. هنگام فرو رفتن دیوار مکتب یک ساکن این دهه جان باخته است. برای رفع عاقبت های آفت طبیعی کمیسیون حالتهای فوق‌العاده نوحه دوشتیش دست به کار شده است. یک روز قبل 12 ایون بنا به گزارش قسم نوبداری ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، بر اثر بالاروی دمای هوا و آب شدن پیریخ‌ها سطح آب در دریای غند که در قلمرو دهه روی نو جماعت دیهات
زن قلنوه شغنان بالو رفت او بس مجرو بیرون شده گیدرا پست یا ازگاه اوبه رو که در دهه روی نو جایگیر است شست است. کمیته اولتوی فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندیده است. کمیته اولتوی فوق‌العاده هم چنین خبر داد که روز 13 ایون با مقصد حمایت خواجگی‌های کشاورزی از جاله در اطراف شهر وحدت نویه بلخی خراسان یاوان و دنقره 42 موشک ضد جاله زدند. بنا به خبر دیگر این نهاد روز 13 ایون یک درخت خشک شده به سبب شمال سخت در کوچه بیزاد شهر دوشنبه شکسته بروی رو افتاد و برای روی نقلیات و مردم مانع ایجاد کرد. نوبداران کمیته به جای حادثه رفته درخت را از بین رو گرفتند و روی مردم و واسطه های نقلیات را باز کردند. کمیته اولتای فوق‌العاده با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی به سمع ساکنان و مهمانان تاجیکستان میرساند که در روزهای نزدیک بنا به بالا رفتن حرارت هوا و بالا رفتن سطح آب در حوزه رودخانه پنج وخش و زرافشان پیش بینی می شود. به این دلیل در شبانه روز آینده احتمال فرو ریختن سیل ها در نواحی کوهستان و کودامن ولایت ختلان، غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان و نواحی تابع جمهوری زیاد است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 11 ایون سال 2023 در بین کمتر از یک ساعت در دو صدمه در حدود نواحی مشچو دو مرد سالخورده یکی 60 ساله و دومی 66 ساله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی نزدیکای شام 11 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 19:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل زفیر سفاروف کامل سال تولدش 1980 ساکن نواحی مشچو هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوجند فاتح آباد در حدود شهر بوستان نواحی مشچو به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته با سکوتر تحت اداره شریپوف شو حسین سال تولدش 1963 ساکن نواحی مذکور برخورد است. در نتیجه شریپوف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین شام 11 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 20:20 دقیقه راننده ماشین تمغه دیو دماس مسکینوف مقصد سال تولدش 1986 ساکن شهر بوستان نوی مشچو هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیهات آبردان امین نویه به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخران باقیف عبدالباقر سال تولدش 1957 ساکن نوی مذکور را که راه را عبور میکرد پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران باقیف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه را ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که تنها تا روزهای 9 11 ایون سال 2023 در 6 صدمه در راههای کشور دست کم 9 نفر جان باختند. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 ایون سال 2023 خبر داد که دو ساکن نویه دوشتیج یا سابق غانچی ولایت سوخت در یک حادثه فوجوی در نواحی درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان جان باختند. بنا به اطلاع این نهاد راننده 43 ساله ماشین برکش تمغه دف ساکن دیهه بسمند نواحی دوشتیج در حدود دیهه کرگوت نواحی درواز هنگام باز کردن در عقب بردان ماشین به ناقل برقی برخورده بر اثر رسش قوه برق در جای حادثه به هلاکت رسیده است. برابر مشاهده این حادثه راننده دوم این ماشین برکش ساکن 26 ساله بسمند که جهل راننده اول بود به کمک تقویش شتافته است، ولی متاسفانه او نیز از تاثیر قوه برق هلاک شده است. هر دو راننده هلاک شده زادگان دیهه بسمند نوای دوشتیج و از یک اولاد تقویجی هم بودند. از راننده اول 4 فرزند یتیم ماند. جهل جوانمرگ او نیز اویله دار بود ولی هنوز فرزند نداشت. تفصیلات دیگر این حادثه نخوش فوجبار در دست نیست. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای سینا عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردید است که 24 مای سال 2023 تخمینا ساعت 10:15 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد مغازه خوراکواری شده از آنجا 10,000 سامانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گزاراندن چهاربینی های اپل تیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 11 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیش شد ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت
با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که سال 2022 مرد 30 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریش در آمده از او 56 هزار سومانی برای تجارت گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغ مذکور را برمیگرداند، اما تا حال بر نگردانیده است. این چنین زمین برگزار نمودن چهارویلیوی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 47 ساله ساکن شهر ترسانزاده همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر شد. نام برده باروی فریب به باوری مرد 47 ساله ساکن همین شهر در آمده افتماشین شخصیش تنقه کماز را به مبلغ 75 هزار سومانی خریداری کرده گرفته وعده داده است که پس از یک هفته مبلغش را برمیگردانند، اما افتماشین مذکور را فروخته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی نادیسه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی عریضه مرد 36 ساله ساکن نوای مذکور وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2018 در بازار سخاوت زن 37 ساله ساکن امین نویا برای فریب به باوریش در آمده از او 221300 سومانی گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bamdad.com خوش باشید.